بابا اینجا رو داشته باش، نگاه کن یا ابوالفضل، این آبگوشت بزباش استاد دریابندریه. تا آخر این ویدیو همراه من باش، یا آبگوشت بزباش درجه یک با هم درست بکنیم. سلام دوستان، امروز میخواییم با همدیگه آبگوشت بزباش غذای اصیل ایرانی درست بکنیم، اونم با رسپی کی؟ استاد دریابندری بزرگ، که واقعا رسپیاش درجه یکه، از کتاب مستطاب آشپزی، کتاب سیر تا پیاز. یه سری نکات داره آبگوشت بزباش که همه رو بهتون میگم، خیلی هم راحته. این نخود لوبیا رو من از قبل خیس دادم، چند بارم آبش رو عوض کردم که بادش گرفته بشه. ببینید خیلی راحت، اول از همه یه ظرف میذاریم، این لوبیاهایی که داریم به همراه نخود، به همراه یه دونه پیاز، یه دونه پیاز درسته میذاریم با این گوشت آبگوشتی که تلفیقی از گوشت دنده و قلم. این داستان گوسفند قلم آبی رو قبلا براتون توضیح دادم، گوسفند قلم آبی یعنی گوسفند جوونیه. به همراه دنبه میندازیم داخل ظرفمون، روش آب داغ میریزیم، آب سرد نریزید که تایم پخت گوشتتون طولانی بشه. آب میریزید تا بیاد روی گوشت رو بگیره. الان اینجا رو اگه داشته باشیم این آبش یه خورده کمه، باید یه ذره دیگه ما آب بریزیم داخلش. بعد که کف کرد میذاریم جوش بیاد، کف که کرد کف روش رو میگیریم میذاریم 3 ساعت با شعله خیلی ملایم میپزه. بعد بریم سراغ بقیه کار که بعدا باید یه خورده لابلای این کارا یه کارایی انجام بدیم. بریم بیاریم. این کفاست که کار شما رو خراب میکنه. نکنید این کفا رو که هم یه خورده بوی زهم داخلشه، هم رنگ آبگوشت رو خراب میکنه. ور میداریم این آبگوشت هم اولش که میذاریم اون 3 ساعت اول که میپزه، حالت سبک یخنی طوره، یعنی نه ادویه خاصی ما بهش میزنیم، نه ابتدا بهش نمک میزنیم، همین با نخود و لوبیا و گوشت و پیاز فقط میذاریم این میپزه 3 ساعت. حالا اگه داخل زودپز خواستید بذارید، داخل زودپز معمولا 1 ساعت و 40 دقیقه 45 دقیقه میپزه. این پیازمون دیگه آماده شده. ببین پیاز باید به این مرحله برسه که طعمش تو آبگوشت بزباش در بیاد. حالا ما اینجا بهش زردچوبه میزنیم، یه زردچوبه خوب میخواد، به همراه یه مقدار فلفل سیاه و نمک. دیگه به آبگوشت و گوشتمون دیگه نمک نمیزنیم. خب اینو یه تفتش میدیم که این عطر ادویه خوب در بیاد. به به، این بوی ادویه که به مشامت رسید، بعد دیگه اون موقع سبزی رو میای داخلش، سبزی رو اضافه میکنیم. نگاه به حجم سبزیش نکنید چون سرخ میشه کم میشه. کلا 500 گرم سبزی داره، ترکیب دقیقش هم براتون نوشتم، هم اول ویدیو توی متن هم توی توضیحات زیر ویدیو. سبزیشو تفت بدید تا از این حالت خامی در بیاد. خب این سبزی ها دیگه الان 8 دقیقه سرخ شده، بیشترم نمیخواد سرخش بکنید، آماده است. اینو برش میداریم، آبگوشتمونم که 3 ساعت از زمان پختش گذشت، سبزی رو به همراه لیمو امونیا به آبگوشت اضافه میکنیم، میذاریم مجدد یه چیزی تو مایه های 30 تا 40 دقیقه قل بزنه تا خوب جا بیفته. نگاه کنید الان 3 ساعت از زمان پختمون گذشته، دنبه های خوشگل بلا پختن. دوستانی که تو کشورهایی هستن که دنبه وجود نداره میتونن از چربی های روی قلوگاه استفاده کنن. با اون چیزام که داخلش بود، نگاه کنید از این پیازا هم بندازید با این دنبه بکوبید، خیلی لابه خوبی میده. الان یادمه این پیاز رو نگاه کنید دنبال این میگشتم، نکنید اینم با این دنبهه بکوبید. فقط مواظب باشید
روی دست و بالتون نریزه. من آروم میکوبم چون یه خورده آب داره، نپاچه این ور اون ور. خب اینجوری میکوبید و استخونم ممکنه در بیاد. البته این دیگه انقدر پخته استخوناش هم له شده. خب این از این، ما اینو دوباره برمیگردونیم داخل پاتیل آبگوشتمون. خب بسته، خب این از این، ببینید چی شد. نمکم که به سبزی زده بودم، الان سبزیشم اضافه میکنم. به همراه اون لیمو امونیایی که خیس داده بودیم. این دیگه تقریبا یه نیم ساعت 40 دقیقه سنجاق جوش بزنه، درش هم ببندید. یه آبگوشت بزباش درجه یک تحویلت میده. به 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 به، اینم از آبگوشت بزباش ما. ببین چه جایی افتاده، چه روغنی انداخته. به 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 به، اینو میگن آبگوشت بزباش. یه دونه لیمو هم جانانه بریم بغلش. خب به به، این هم هست. گوشتش اینم سیرترشی درجه یک. آموزش سیرترشیمون هم حتما تو کانال ببینید که فوق‌العاده است، حرفه‌ای سیرترشی درست بکنید. امیدوارم که لذتش رو ببری. کنارش با نون سنگک عالی میشه. میتونی حالا روش یه خورده مثلا پیازداغ هم درست کنی، سوا بریزی. اگه با ویدیو حال کردی یه لایک این پایینه حتما بزن. لایک و کامنت رو کوتاهی نکنید خواهشن. لایک، کامنت، یه قلب کوچولو، کامنت انگلیسی برای ما بذارید تا کانالمون بیشتر دیده بشه. یادتم باشه که اگه میخوای به من کمک بکنی، یه دونه از این ویدیوهایی که الان این بغل بهت پیشنهاد میشه رو، یه دونه از اونها رو حتما روش کلیک بکن. مخلصم.